بله میاد سراغ این که در حقیقت انما به راستی جزاء الذین کیفر آن کسانی که یحاربون الله و رسوله. حالا همه اینا رو گفت، از یهود گرفت، قضیه کلاغه رو در کمال جهل گفت و مسئله پسران آدم رو گفت و اینا. حالا من سراغ این که حالا کسی با من مخالفت نکنه ها، خودش رو نشونده جای الله، بغل یحاربون الله و رسوله، فرقی نمیکنه. الله شو یه زردر بزن روش میبینید که رسوله. کسی مخالف باشه با این رسولش میشه یسعون فی الارض فساد، میشه در زمین فساد کردن. خب حالا جریمه این چیه؟ جریمه این اینه که ان یقتلوا، کشته بشود. کسی که با آقا مخالف باشه دیگه دگراندیشه دیگه. ان یقتلوا، که کشته بشود. او یسلبوا، یا به صلیب کشته شود. او تقطع ایدیهن و ارجلهم من خلاف. ارجل و ایدیهم یعنی دو تا دست، دو تا پاشون. در ترجمه ها بسیاری یه دست و یه پا رو گفتن، نه، رجلهم یا یدهم میشه ید، یک دونه دست، یک دونه پا. ارجل دست ها و پاهاست. از پشت بریده بشه، من خلاف یا برعکس هم دیگه. خودشم در اینجا گیجه که چگونه این جنایت بزرگ باید در حق آدمیت انجام بشه که یه دست و یه پای یارو رو بیا چاقو بگیر ببر. ببینید این صحنه چقدر زشت هستن. خب دیگه دینی که علیش سر میبره، یارو پاشو که قطع شده تازه میره سرشو میبره، باید هم این جنایت بزرگ درش باشه. در هیچ بشری، در هیچ دینی، در هیچ مرامی، در هیچ کس، حتی فرعون به این تکامل نداره. حالا اشاره میکنیم که خود این قانون، قانون فرعون اصلش، هیچ تردیدی هم نداره و زندگی طولانی سلمان در مصر و بررسی کافی سلمان از زندگی فرعون نتیجهش همین بوده. همین است که ما الان این بند رو میخونیم. چون فرعون در درگیری هایی که با موسی داشته در سه مرحله ها را به شما نشون میدیم. اجازه بدید که چون این بحث در اینجاست به همون بحث کلی ترش هم بپردازیم. بله، دویست و هشتاد و چهار، هشتاد و سه و دویست و هفتاد و نه رو میاریم براتون که بله. در اینجا سوره طه دویست و هفتاد و نه. بله، به هر روی در صورت سوره طه، حالا ما این رو برای اینکه زیاد فاصله پیدا نکنیم، و در سوره شعرا، امیدوارم پیداشون کنم،
شوهرا کجاست و تاها کجاست، چه صفحه ایست. بله این شوهرا صفحه، این شورا حالا توی فهرستش کاری نداریم، شاید همجوری راحت تر پیداش کنیم. با عرض پوزش، خستگی ما که خسته نیستیم، ولی راستش بله این شو ارا شوهرها. بله فی قال فرعون ما قال فلان و قال رسولكم قال رب المشرق والمغرب. بله این مسئله است که شما در همین سوره مائده دیدید که تهدید کرد مخالفینش رو، انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله، رسول گذاشت بغل دستش و یسعون فی الارض فساد، اینا هر که این کارو میکنه یعنی نیکوشه در زمین فساد را بندازه. ان یقتلوا، ببینید، او یسلبوا، که کشته شود یا به صلیب کشیده شود، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا دست و پاشون از پشت برعکس بریده بشه، او ینفو من الارض، یا از زمین نفی بشه، نیست بشه. ببینید وقتی میگه از زمین یعنی نابود شدنه، زیرا اگر میخواست بگه مثلا از شهر تبعیدش کنید میگفت او ینفو من المدینه، یا از روستایی میگفت او ینفو من القریه، یا از مثلا چه میدونم دهکده، انواع معناها رو برای اینها داره. ولی وقتی میگه ارض، ارض این پلانت به قول خارجی ها این کره زمین رو میگن، از زمین محو بشه، ینفو نفی بشه. این شد سه تا، ببینید، یکی ان یقتلو کشته شود، او یسلبو به صلیب کشیده شود، یا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا دست و پاشون از پشت بریده شه، او ینفو من الارض، این چهار تا جریمه، یا از زمین نیست بشه، کشتن، به صلیب کشیدن، دست و پا بریدن، نیست شدن از زمین. بعد میگه تازه ذالک لهم خزی فی الدنیا، این تازه خاری این دنیاشونه، ذالک این لهم برایشان خزی فی الدنیا، این خاری است برای اونها در این دنیا که دست پاشو ببرید به صلیبش بکشید دیگه چیزی ازش نمیمونه، که صلیب میکشید میمیره دیگه، دست پاشم ببری همچنین دیگه چیزی نیست، مرده. و تازه بعد از اینکه دست و پای یارو میبره و به صلیب میکشه میگه ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، در اون دنیا هم که به خیال خودش برای خودش درست کرده، میگه تازه دست و پای یارو رو بریدیم، به صلیبش کشیدیم، کشتیمش، توی اون دنیا هم براشون شکنجه بزرگ داریم.